سلام، امروز با یکی دیگه از ویدیوهای بخش تکنولوژی تی پلاس همراهتون هستیم. اومدیم به مجتمع پایتخت، قلب تکنولوژی تهران. توی دنیای بدون مرز تکنولوژی هر روز با محصولات عجیب غریب و جدید مواجه میشیم. امروز میخوایم در مورد پرینتر جدید صحبت کنیم، ولی نه اون پرینتری که هر روز شما باش سر کار دارین و توی شرکتاتون و توی خونه هاتون دارین ازش استفاده میکنین. میخوایم بریم در مورد پرینتر سه‌بعدی صحبت کنیم. بریم توی مغازه بیشتر در مورد این پرینتر سوال و جواب کنیم تا ببینیم چه جوریه. با من بیاید. در مورد پرینتر اومدم از اون سوال کنم، یه ذره بیشتر در مورد دیتیلش برامون توضیح بدین تا بیشتر باش آشنا بشیم. حتما. پرینتر کوانتوم 235 ساخت و برندش مال صاحب برند امریکاست، اسمبل چینه. دستگاهی که شما میبینید از یه ناظر تشکیل شده، ناظرش که دماش حدود 260 درجه سانتیگراد، صفحه‌ای که زیرش هست تا 120 درجه میتونه گرم بشه. از موادای اولیه‌ای که مثل PLC, ABS, CE PLC, CE ABS استفاده میشه، فلک بلیکس استفاده میشه که برای پلاستیکای نرم استفاده میشه و این دستگاه از صفحه مانیتور 16 سانتی متر در 4 سانتی متر استفاده شده. دستگاه تک متریال، فقط در همزمان میتونه یه دونه متریال استفاده کنه و قابلیت استوپ هم نداره. میشه توضیح برام بیشتر بدی؟ من خودم یه ذره گیج شدم که چجوری بعد از ازش پرینت گرفت، چجوری بعد این فایل رو، چون ببینید توی پرینتر عادی ما یه نوشته رو تو کامپیوترمون داریم، کنترل پی رو میزنیم و راحت پرینت میگیریم. چجوری بعد این کار کرد؟ چجوری بعد فایل رو بهش داد؟ چجوری به قول معروف نمونه اولیه‌مون چیه؟ بله، شما طرحی که عرض کنم خدمت شما، طرحی که شما باید به این بدین باید به فایلای به صورت مثلا 3D باشه. از اتوکد 3D ماکس استفاده میشه، شما باید استفاده کنین. بعد از اینکه طرحتون آماده شد به نرم افزاری که همراه خود دستگاه به صورت یه CD یا لوح فشرده تبیه شده شما باید به اون بدین و اون یک خروجی جی کد به شما میده. جی کد همون زبان اسمبل کامپیوتره که تر شما رو به 0 و 1 تبدیل میکنه و اونو شما میتونید بریزین روی SD کارت به دستگاه وارد کنید و دستور پرینتش رو بدین. میخوام در مورد ماده اولیه‌اش برامون توضیح بدی. تو پرینترهای عادی بعد از ورق استفاده کرد، ورق A4، ورق A5. میخوام ببینم ماده اولیه این چیه، از چی تغذیه میکنه تا بتونه برامون کار کنه. بله، این نوع پرینتر عرض کنم خدمت شما بیشتر از ماده هایی استفاده میشه که جنس پلاستیک داشته باشه. حالا این سری پلاستیک ها خودش 12 مدل داره در 25 رنگ هر ترش، بعضی ها اصلا کمتر رنگ دارن، بعضی ها اصلا بیشتر تنوع رنگ دارن. ماده های اصلیش که میتونه الان استفاده بشه و طرحی که ما با این پرینت گرفتیم بیشتر تو ماکت سازی به کار میره، PLA, PLC, PLD, VPS و عرض کنم خدمت شما واکسی بلیده که متریال های نرم به حساب میاد. ولی من شنیدم تو خونگی ها بعد از رزین استفاده کنیم و تو صنعتی ها حتی میشه از فلز استفاده کرد. بله، این نوع پرینتر ها گفتم خدمتتون، این نوع پرینتر ها بیشتر برای پلاستیک استفاده میشه و پرینترهایی که بعد از این اومده نیمه صنعتیه با یه نازل فقط میتونه مثلا دمای 120 درجه تا 200 درجه رو ذوب کنه. اونایی که خدمت شما گفتن فلزه، اونا دمای بالای 260 درجه به مواد شما میدن که میتونه حتی تو صنایع اصل سازی هم استفاده بشه. یعنی میتونیم باشه اصله کامل بسازیم برای شلیک؟ بله. سوال بعدی هم اینه که این دستگاه چرا انقدر بزرگه؟ ابعادش چرا انقدر بزرگه؟ دلیلش چیه که انقدر دستگاه باید بزرگ باشه؟ این دستگاه که با این ابعاد ساخته میشه، این کوانتوم 235، حتی شما میتونی از اسمش هم بفهمین. 235 همون سایزشه که 20 در طول، 20 در عرض و 35 در ارتفاع میتونه برای شما پرینت بگیره. به خاطر اینم بهش میگن کوانتوم 235. پس یعنی این میتونه برامون با ابعاد 20x20x35 یه جسم 3D رو برامون چاپ کنه. بله کامل. سوال بعدیم از شما اینه که مشتری این دستگاه کیه؟ کیا میازتون میخرن؟ چه استفاده ازش میکنن؟ بیشتر صنایع
کسایی که تو کارهای معماری هستن، کسایی که تو قالب سازی کار میکنن، حالا بحثش جدا چه قسمت پزشکی باشه چه قسمت صنعتی باشه، برای قالب سازی جواهرات تو پزشکی، برای قالبای دندون، حتی مثلا دستای پلاستیکی، نمونه اعضای بدن به صورت پلاستیکی میشه استفاده کرد. تو صنایع هوافضا استفاده میشه برای قطعات هواپیمایی بدون سرنشین، چون یه نوع PLA داره، PLAش فوق سبکه، یه نوع مواد داره سنگینه، یه نوع مواد داره فوق سبکه و این تو صنایع هوافضا خیلی میتونه به محققان و پژوهشگران استفاده بشه و میتونه بهشون کمک بکنه در این زمینه. فرق این دستگاه با دستگاه CNC اینه که این به صورت استفاده از مواد پلاستیک مذاب استفاده میکنه تا اون جسم خارجیمون رو بتونیم تهیه کنیم و محصول نهایی رو به دست بیاریم، ولی CNC میاد استفاده میکنه از برش زدن روی اجزا و برداشتن تیکایی از اون تا بتونه مثلا چیزای تخت مثل فلزات و طلا ازش استفاده میکنیم، درسته؟ بله کاملا درسته. دستگاه CNC شما جسم رو بهش میدین، این فقط تر شما رو روش کار میکنه، یعنی برش میده، جسم قبلا ساخته شده، یعنی یه تغییرات کوچیک روش انجام میده، اما این دستگاه از 0 تا 100 جسم رو خودش میزنه با مواد متریالی که بهش میدین، این ذوب میکنه لایه به لایه دستگاه رو، تو اون جسمی رو که شما میخواین از 0 تا 100 برای شما درست میکنه، حالا چه تر داشته باشه چه ساده باشه. یه زمان دارم قیمتش بهمون اطلاع بده. بله این چندین مدل داره، حالا این بالاترین مدلش با بالاترین سایزی که هست کوانتوم 2020 داره که اون حدود 2,600,700، بعد این میشه داوینچی که 2,900,000، بعد داوینچی میشه این مدل 2035 که حدود 3,500,000، بعد این میشه M6 که اون از دو ناظر استفاده میکنه برای ساختش، حدود 6,700 تا 7 تومن تو بازار با این تورم بالا پایینه که قیمتاش چیز میشه، وگرنه قیمت کمپانیش همون قیمتیه که از اول بوده. بعد از اونم یه مدل دیگه دوبل M6 اومده که دوبل M6 حدود 50 سانت با ارتفاع 98 سانت برای شما پرینت میگیره که اون تقریبا صنعتیه و باید با مجوز خریداری بشه، حدود 12 میلیون تومانه. از این پرینتر هم به عنوان تهدید و هم به عنوان فرصت ازش میشه استفاده کرد. فرصت به خاطر اینکه میتونه تحقق یه رویا باشه که تو خونمون بشینیم اون چیزی که خودمون میخوایم، اون کفشی که خودمون میخوایم، اون عینکی که خودمون میخوایم رو طراحی کنیم و با این دستگاه پرینت بگیریم و استفاده کنیم. تهدید هم میتونه برای شرکت های بزرگی باشه که محصولات اوریجینال میزنن و با این دستگاه میشه خیلی راحت فیکش رو ساخت و تو بازار پخش کرد. Thank you.